به نام خدا و با عرض سلام، شام بخیر به مجموعه خبری این روز از نور. خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها. تأکید بر تطبیق قانون اساسی در 13مین سال روز تصویب این قانون. رئیس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی میگوید این قانون بیشتر از سوی ادارات و مقامهای حکومتی نقض شده است. انتقاد از کارکرد شماری از ادارات دولتی. شماری از فعالان مدنی میگویند که به برنامگی شماری از ادارات حکومتی به ویژه معینیت جوانان سبب شده است که جوانان از کشور فرار کنند. و تاکید نخست وزیر عراق بر آزادسازی کامل شهر موصل از حضور تروریستان داعش. حیدر عبادی میگوید تا 4 ماه دیگر تروریستان داعش از موصل بیرون رانده خواهند شد. امروز چهارشنبه 15 جدی سال 1395 خورشیدی است که برابر می شود با 4 جنوری سال 2017 میلادی. من وسیم احمد ادیب هستم و این هم مشروع خبرها. رئیس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی با تاکید بر تطبیق قانون اساسی کشور میگوید که چگونگی تطبیق این قانون به ویژه در بیش از یک دهه پسین با چالش روبرو بوده است. رئیس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی میگوید که در بیش از یک دهه پسین قانون اساسی را بیشتر ادارات و مقامهای حکومتی به چالش کشیدند. در همین حال شماری از اعضای شورای ملی با تاکید بر اینکه قانون اساسی بیشتر از سوی هر سه قوا نقض شده است، از سران حکومت میخواهند که در زمینه تطبیق قانون اساسی تلاش بیشتر کنند. وثیق الله عظیمی با شرح بیشتر این خبر. قانون اساسی کشور در 11 جدی سال 1382 تصویب شد. همه سال از روز 11 جدی به عنوان هفته قانون اساسی با همایش های گوناگون بزرگداشت می شود. روز چهارشنبه اعضای مجلس سنا از هفته قانون اساسی کشور بزرگداشت کردند. در این نشست رئیس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی نیز حضور داشت. رئیس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی میگوید که چگونگی تطبیق قانون اساسی کشور در بیش از یک دهه پسین با چالش روبرو بوده است. وی میگوید که بیشتر ادارات دولتی و مقامهای بلندپایه حکومتی قانون اساسی را به چالش کشیدند. ما در 22 ماده قانون اساسی به همین چالش مواجه شده، تطبیق قضیه به چالش مواجه شده. البته یعنی چالش چی معنا؟ به این معنایی که یا ظرفیت نبوده یا فهم نبوده و یا توانایی نبوده. در این حالت ها با چند ماده قانون اساسی که به چالش مواجه شده، ما پروگرام مرحله اول کاری خود جور کردیم. در امیل شماری از اعضای شورای ملی با تاکید بر تطبیق قانون اساسی میگویند که این قانون از سوی هر سه قوا نقض شده است. اعضای مجلس از سران حکومت میخواهند که در زمینه تطبیق قانون اساسی تلاش بیشتر کنند. نقض بیشتر از طرف مقامات هستند که اونا دارای زور و قدرت هست. مردم عادی خود نمیتونه قوانین نقض بکنه. اگر نقض بکنن بر اثر بی اطلاعی است، چون قانون در هر سه قوا نقض می شود. متاسفانه اینو ما اقرار میکنیم، در این که از ما انکار کردن نمیتونیم. به همین خاطر تاکید میکنم که رئیس جمهور قانون اساسی را احترام کو و هر ماده قانون اساسی که مطابق ماده 61 باید اجرای از قانون اساسی یکی از وظایف خودت است. پیش از این شماری از نهادهای مدنی از تطبیق نشدن قانون اساسی کشور پرده برداشته و گفته بودند که از 162 ماده این قانون تنها یک ماده اون که پایتخت افغانستان کابل است نقض نشده است. در این حال وزارت امور خارجه 13مین سال روز تصویب قانون اساسی کشور بزرگداشت کرد. معین سیاسی وزارت امور خارجه با تاکید بر تطبیق قانون اساسی خواستار راه اندازی کمپاین آگاهی دهی از حاکمیت قانون در کشور شد. در این حال رئیس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی از تطبیق نشدن شماری از ماده های این قانون انتقاد می کند. در بیش از یک دهه پسین در راستای آگاهی دهی از حاکمیت قانون در کشور کارهای مؤثر انجام نشده است. معین وزارت امور خارجه در 13مین سال روز تصویب قانون اساسی آگاهی نداشتن شهروندان از قانون را یکی از علتهای تطبیق نشدن قانون می داند. معین وزارت امور خارجه تاکید می کند تا زمانی که شهروندان کشور به آگاهی نرسند تطبیق قانون در کشور دشوار خواهد بود. وی به راه اندازی کمپاین آگاهی دهی از حاکمیت قانون در کشور تاکید می کند. در حالی که تصویب قانون
راه را برای حاکمیت قانون در کشور هموار نموده است، اما حاکمیت قانون صرفاً به داشتن و تصویب قانون خوب در کشور تامین نمی شود. برای تامین حاکمیت قانون ضرورت است تا سطح آگاهی مردم نسبت به قوانین بلند برده و نهادهای قوانی را به اجرا و اعمال حاکمیت قانون بپردازند. در همین حال رئیس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی از تطبیق نشدن شماری از ماده های این قانون انتقاد می کند و می گوید که تطبیق نشدن شماری از ماده های قانون اساسی حاکمیت قانون را با پرسش روبرو کرده است. ما تقاضا میکنیم که ماده 7 قانون اساسی با تطبیق شود. تطبیق از چه وقت است؟ که وقتی که تمام مواد قانون الحاق شده به پیش محکمه بفته و محکمه اون در عمل تطبیق کنه و در پالوی قوانین ما متمم قوانین ما ایره بسازه. از سوی هم شماره اعضای مجلس نمایندگان میگویند که قانون اساسی بیشتر از سوی مقام های بلند پایه حکومتی نقض شده است. کوشش کنیم که همه ما، هر کدام ما، در هر موقفی، در هر درجه که ما قرار داریم، اگر بی قانونی میکنیم یک دست یک دگر بگیره. هر خطاکاری که از ما دیم جمعی وکیل ملت میبینیم باید دست ما به اون نقطه که من بی قانونی میکنم گرفته شه. در حال از سال روز تصویب قانون اساسی بزرگ داشت میشود که همه روز شهروندان کشور از تطبیق نشدن قانون شکایت دارند و بیشتر مقام ها را به زیر پا کردن قوانین کشور متهم می کنند. رحیمه جامی یک عضو مجلس نمایندگان ادعا دارد که اکبر استانکزی عضو دیگر مجلس شام روز سه‌شنبه به منزلش حمله کرده است. بانو جامی می گوید که در پی درگیری میان محافظان وی و آقای استانکزی دو تن زخم برداشتند. در این حال اکبر استانکزی ندای خانم جامی را رد می کند و می گوید که پسر خانم جامی با مامای وی درگیر شده است. این موضوع را هم وثیق الله عظیمی دنبال کرده است. تنش میان شماری از اعضای مجلس نمایندگان موضوع تازه نیست. پیش از این شماری از اعضای مجلس نمایندگان بر سر مسائل مختلف با یکدیگر درگیر شدند. رحیمه جامی نماینده مردم هرات در مجلس نمایندگان ادعا میکند که اکبر استانکزی عضو دیگر مجلس نمایندگان شام روز سه‌شنبه به منزلش حمله کرده است. بانو جامی میگوید که در پی درگیری میان محافظان وی و آقای استانکزی دو تن زخم برداشتند. خطاب به رئیس جمهور افغانستانه که امروز از نام لوگری بودن، خطاب ما برای رئیس صاحب امنیته که به نام استانکزی بودن امروز به گردی از ملت اینا سواری میکنم و جزیه میگیرم. اگر من مجرمم، هیئت پنجشنبه از پارلمان افغانستان به قضیه جدی رسیدگی کنه. در این حال اکبر استانکزی دوی خانم جامی مبنی بر حمله بالای منزل وی را رد میکند و میگوید که جنجال میان مامای وی و پسر خانم جامی منجر به زخم برداشتن دو تن شده است. زوی او د ما ماما را نیولې ول باندې ګردار سره ماکه ماکه مې ویلې یو اوس ما په زنګ وایي ز پرو کمیشن کې ما ټلیفون یې ونه و چې په اټلې و او ځي کې عریضه کړې و او ځي والا کسان ورغلی و عریضه چل په ورولې و او ځي ورغلی و د دوی زوی بیا هم په غوږ باندې مرمه کې ډکړې سازه په جریان کې ده. از سوی هم شماری از دوی مجلس نمایندگان به بررسی این قضیه از سوی ارګانهای امنیتی کشور تاکید میکنند. موضوع را بررسی کنند. یک وکیل به خانه وکیل دیگه چه حق داره حمله میکنه؟ به شکل مافیایی در شو با افراد مسلح این جدا بررسی کنند. از دیگه تحمل نمیشه مردم افغانستان. وقتی که وکیل مسئولیت نداشت و دیگه مردم افغانستان هم چی مسئولیت داره؟ در ظرف یک هفته گزارش خودشان را تهیه کرده بیارن و مخصوصا این حادثه اخیری که امروز خواهر ما رحیمه جامی گفتن به صورت دقیق و همه جانبه بررسی شد. بحث روز چهارشنبه مجلس نمایندگان تنها به تنش میان دو نماینده خلاصه نشد. شمار دیگری از اعضای مجلس نمایندگان جمع‌آوری امضا بر استدعای وزیران داخل، دفاع و ریاست عمومی امنیت ملی در شرایط کنون را خلاف اصول وظایف داخلی عنوان میکنند و میگویند تا زمانی که وزیران سلب صلاحیت شده سرنوشتشان معلوم نشود، وزیران دفاع، داخل و ریاست عمومی امنیت ملی استدعا نخواهند شد. شماره از فعالان مدنی از بی برنامگی معاینت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ انتقاد می کنند و می گویند که بی برنامگی این اداره سبب شده است که شمار زیادی از جوانان کشور را ترک کنند. فعالان مدنی می گویند که به دلیل نبود زمینه های کاری در کشور، شماره از حلقات جوانان را به افرادگرایی دعوت می کنند. در این حال معاون سخنگوی ریاست اجرایی شماره از جوانان را به نداشتن استقلالیت فکری متهم می کند و همچنان می گوید که حلقات هستند که جوانان را به افرادگرایی
برای دعوت می کنند. عبدالبصیر کاوش با جزئیات بیشتر. نبود امنیت، فقر و بیکاری سبب شده است که شماری از جوانان از کشور فرار کنند. شماری از فعالان مدنی با انتقاد از کارکرد مهنت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ میگویند که به برنامگی این اداره سبب شده است که شماری زیادی از جوانان کشور را ترک کنند. فعالان مدنی میگویند که به دلیل نبود زمینه‌های کاری در کشور، شماری از علاقات جوانان کشور را به افرادگرایی دعوت میکنند و برای مخصوص ساختن ذهنیت جوانان کمین کرده است. در راستای مهنیت جوانان هم یک تجدید نظر شوه. ما به مهنیت ضرورت نداریم که تنها باید برای یک مریضی که یک جوانی که مریض میشه برای ازو باید کار شفخانه بده که برای تو تخفیف بده. در افغانستانی که رو به انکشاف است، ما ضرورت داریم که مهنیت جوانان خیلی کلان کلان کار کنه. امروز فرار جوانان، ما مسئولیتش به مهنیت جوانان میگردانم. شما زمانی که استقلال اقتصادی نداشته باشین، استقلال فکری نمیتونین داشته باشین. تندروی، تروریسم. در همین حال معاون سخنگوی ریاست اجرایی شماری از جوانان را به نداشتن استقلال فکری متهم میکند و میگوید که علاقاتی در داخل کشور وجود دارد که میخواهند از جوانان کشور سوء استفاده کنند. حکومت یک مسئولیت عمده‌ای که داره به خاطر مبارزه با جنگ فکری در بین جوانان او ارائه کردن معلومات است. متاسفانه هنوزم قسمی که ضرورت است جوانان ما از معلومات درست آگاه نمی‌شوند. اینا به معلومات درست دسترسی ندارند. فعالان مدنی همچنان میگویند که نبود زمینه‌های کاری برای جوانان نیز سبب شده است که شماری از این جوانان به صفوف مخالفین مسئله دولت بپیوندند و جبه جنگ اراسفکنان را گرمتر کنند. قرار است تشکیل حوزه‌های پلیس در هرات بیشتر شود. والی هرات میگوید که قرار است در سال آینده خورشیدی حوزه‌های امنیتی پلیس در سطح شهر هرات از 4 حوزه به 15 حوزه افزایش یابد. با گفته والی هرات، آنان این طرح را با وزارت امور داخله شریک کردند. با باور مسئولان محلی این ولایت، افزایش حوزه‌های پلیس برای تأمین امنیت شهر هرات مؤثر خواهد بود. وقوع جرم‌های جنایی در شهر هرات تا سال پسین افزایش یافته است. آدم‌ربایی، قتل، سرقت‌های مسلحانه و توزیع پول‌های جعلی در بازار از عمده‌ترین موارد جرمی در هرات گفته می‌شود. شهر هرات در تشکیل کنونی پلیس 4 حوزه دارد و ساحه گسترده‌ای در اداره همین حوزه‌های پلیس قرار دارد. مسئولان محلی این ولایت با افزایش نگرانی‌ها نسبت به وقوع جرم‌های جنایی اکنون طرحی را آماده کرده‌اند که بر اساس آن شمار حوزه پلیس افزایش خواهد یافت. محمد آصف رحیمی والی هرات میگوید که در آخرین سفرش به پایتخت و دیدار با وزیر امور داخله این وعده را دریافت کرده است که حوزه های امنیتی به 15 بخش افزایش یابد. با گفته آقای رحیمی بر افزایش حوزه های امنیتی پلیس در سطح شهر هرات از سوی مقام ها در کابل توافقی نظر وجود دارد و قرار است تا پایان سال آینده خورشیدی این حوزه ها ساخته شود. با باور والی هرات افزایش واحدهای اداری پلیس برای بهبود وضعیت امنیتی مؤثر خواهد بود. در کنار این والی هرات میگوید که به هدف تقسیم شدن ولسوالی شیندند این ولایت نیز رایزنی های صورت گرفته است. با گفته او پس از تقسیم شدن شیندند به چند ولسوالی، فرماندهان پلیس هم در بخش های مختلفی آن آغاز به کار خواهند کرد. ولسوالی شیندند از ولسوالی های ناامن هرات است و به باور آصف رحیمی با تقسیم شدن شیندند به چند ولسوالی وضع امنیتی هم تغییر خواهد کرد. در ادامه خبرهای کوتاه. در پی چندین رشته عملیات نظامیان در چندین ولایت 17 اراسفگن کشته شدند. مسئول رسانه‌ای وزارت دفاع ملی میگوید که این عملیات ها در یک شبانه روز گذشته در 19 ولایت کشور انجام شده است. در پی انجام این عملیات ها 6 اراسفگن دیگر زخم برداشتند و مقدار زیاد سلاح و جنگ افزار به دست نظامیان کشور افتاده است. مدیر معارف ولسوالی اندر ولایت غزنی از سوی تفنگداران ناشناس به قتل رسیده است. محمد عابد عابد رئیس معارف ولایت غزنی میگوید که این رویداد صبح امروز به وقوع پیوسته است. به گفته آقای عابد
تازه‌گل ننگیالی مدیر معارف ولسوالی اندر بامداد امروز از مسجد به سوی خانه اش روان بود که از سوی افراد تفنگدار ناشناس هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. مسئول امنیتی غزنی در باره این رویداد چیزی نگفته است. ریاست امنیت ولایت کندهار از بازداشت 10 هراس‌افکن در این ولایت خبر می‌دهد. دفتر مطبوعاتی ریاست امنیت ولایت کندهار می‌گوید که افراد بازداشت شده در طرح و برنامه‌ریزی عملیات تخریبی و عمله بالای قرارگاه‌های نظامی، کاروان‌های اکمالاتی نیروهای امنیتی در شماری از ولسوالی‌های ولایت‌های کندهار و زابل دست داشتند. از آغاز سال جاری تا کنون بیش از 1200 تن به زن دست داشتن در انجام جرم‌های جنایی از سوی پلیس ایراد بازداشت شدند. عبدالرؤوف احمدی سخنگوی فرماندهی پلیس ایراد میگوید که این افراد در جرایم گوناگون مانند قتل، سرقت، اختطاف، رهگیری، عمل غیر قانونی سلاح و تهدید به مرگ شهروندان دست داشتند. و میگوید که شماری از این افراد پس از طی مراحل پرونده هایشان به مراجع قانونی سپرده شدند و شماری هم رها شدند. در همین حال جیلانی فرهاد سخنگوی والی ایراد میگوید که بازداشت این افراد در کاهش جرم های جنایی تاثیر خواهد داشت. مسئولان ناحیه 12 شهرداری کابل میگویند که زمینهای دولتی در این ناحیه از سوی زورمندان غصب شده است. آنان همچنان تاکید میکنند که ده‌ها غرفه از سوی زورمندان به نام‌های مختلف در جاده‌های مربوط این ناحیه گذاشته شده است که به شهرداری مالیه نمیدهند. در این حال شماری از اعضای کمیسیون مواصلات و مخابرات مجلس نمایندگان مسئولان شهرداری کابل را به کمکاری در راستای جلوگیری از غصب زمینهای دولتی متهم میکنند و تاکید دارند که با غاصبان زمین در این ناحیه برخورد جدی خواهد شد. منیب شاهین با شرح بیشتر این خبر. افزایش شکایت های باشندگان ناحیه 12 شهر کابل به کمیسیون مواصلات و مخابرات مجلس نمایندگان پای شماری از اعضای این کمیسیون را به ناحیه 12 شهر کابل کشاند. غصب زمین های دولتی و گذاشتن غرفه های غیر قانونی از سوی زورمندان بخشی از شکایت باشندگان ناحیه 12 بوده است. مسئولان ناحیه 12 شهرداری کابل میگویند که ملکیت های دولتی از سوی زورمندان غصب شده است و در حال حاضر ده ها غرفه از سوی زورمندان با نام های مختلف در جاده های مربوط این ناحیه گذاشته شده است که به شهرداری مالیه نمی دهند. و در سایه غصب که ما براتون بگویم، چون در اینجا قبل هم ساحه زورگویی بوده از طرف افراد، این را پیشپوشی کردن نمی تونیم. شماری از اعضای کمیسیون مواصلات و مخابرات مجلس نمایندگان مسئولان شهرداری کابل را و کمکاری در راستای جلوگیری از غصب زمین‌های دولتی متهم میکنند. بی‌پروایی کلان شاروالی نشان میده، خصوصا امی شاروال فیلی، سرپرست شاروالی. ببین، ما دو جلسه در کمیسیون امرای زیاد داشتیم، روزی را تعیین کردیم که امروز البته سرپرست روی شاروال صاحب کابل باید ای صاحب ای ساحه را نزدیک ببینه، از این ساحه نزدیک دیدن کنه، با مردم ببینه، مشکلات ها را ببینه، ظلم و ناروا و چور چپاول منطقه را ببینه. من متاسفانه باز هم حاضر نشدن. در همین حال رئیس دفتر شهردار کابل غصب زمین های دولتی در ناحیه 12 شهر کابل را میپذیرد، اما تاکید میکند که با غاصبان زمین های دولتی در این ناحیه برخورد جدی خواهد شد و این مشکلات انشاءالله بزودی تیم ما با شما، با همکاری شما و نمایندگان مردم در پارلمان برطرف خواهد کردن. پیش از این گزارش های به نشر رسید که شماری از مقام های حکومتی اعضای مجلس نمایندگان در غصب زمین های دولتی دست دارند. دیده شود که شهرداری کابل خواهد توانست که جلوی غصب ملکیت های دولتی را در پایتخت بگیرد. ادامه خبرها را با رویدادهای خبری جهان دنبال میکنیم، اما پس از میان برنامه. ادامه خبرها.
دومین مرحله از عملیات آزادسازی موصل از دست تروریستان داعش حدود یک هفته است که آغاز شده است. شدیدترین حملات ارتش عراق بر تروریستان داعش از شرق شهر موصل صورت می‌گیرد. صدها نفر از ساکنان محلات شرقی موصل از این شهر گریختند. غیر نظامیانی که مجبور به ترک خانه‌های خود شده‌اند از وضعیت جنگی ناگوار شکایت دارند و می‌گویند که در جریان عملیات‌ها به وضعیت غیر نظامیان توجه صورت نمی‌گیرد. گفته می‌شود حدود 1.5 میلیون نفر در موصل، دومین شهر بزرگ عراق، ساکن هستند. این در حالی است که از آغاز عملیات عمومی آزادسازی موصل تا کنون حدود 1/4 شهر موصل از کنترل تروریستان داعش آزاد شده است. حیدر عبادی نخست وزیر عراق گفته است که تا 4 ماه دیگر تروریستان داعش به طور کلی از موصل بیرون رانده خواهند شد. رسانه‌های جهان تصویر تکان‌دهنده از پیکر بیجان یک کودک پناهجوی 16 ماهه روهینگیایی منتشر کردند که با صورت بر روی گل‌های کنار یک رود افتاده است. انتشار این تصویر یادآور ماجرای سال گذشته آیلان کردی، کودک خردسال و پناهجوی سوری است که انتشار تصاویر از جسدش در سواحل ترکیه بسیاری از مردم و مقام‌ها را در سراسر دنیا تکان داد. بر اساس گزارش شبکه خبری CNN، این پناهجوی کوچک از مسلمانان روهینگیا در ایالت راخین در کشور برما است و محمد نام داشت. وی و خانواده‌اش برای فرار از خشونت که علیه مسلمانان روهینگیایی در برما اعمال می‌شود از راخین گریخته بودند. اما سرنوشت محمد، برادر 3 ساله‌اش و مادر و ماماش غرق شدند در رود پراب در مرز بنگلادش بود. مسلمانان روهینگیایی در برما بیش از هر اقلیت دیگری در دنیا مورد آزار و اذیت قرار گرفتند. دولت برما این مهاجران را بنگالی می‌داند، در حالی که به گفته بسیاری از ناظران بین‌المللی این افراد بومی ایالت راخین میانمار هستند. گزارش ها از سوریه حاکی از آن است که به دنبال استقرار امنیت در حلب، ولایت ادلب هدف ماموریت بعدی ارتش این کشور برای از بین بردن تروریستان است. هزاران مخالف و غیر نظامی در یک ماه اخیر وارد ادلب و شهر مرکزی آن شدند و این شهر در 60 کیلومتری حلب واقع شده است. پس از آزادسازی حلب با توافقی که صورت گرفته بود، اکثر 35,000 مخالف مسلح به همراه خانواده های خود به ادلب منتقل شدند. این ولایت در کنترل مخالفان مسلح دولت سوریه است. رسانه های نزدیک به مخالفان مسلح میگویند در آخرین حمله جنگنده های روسی و سوری به مواضع مخالفان در روز سه‌شنبه 25 از آنان کشته شدند. با این حال گفته می شود ادلب و شهر مرکزی آن که بیشترین شمار مخالفان مسلح دولت را در خود جای داده است، پس از حلب هدف شدیدترین حملات ارتش سوریه قرار خواهد داشت. آنتونیو گاترز، دبیر کل جدید سازمان ملل متحد، نخستین روز کاری خود را به طور رسمی با حضور در جمع کارکنان دفتر خود در مقر نهاد بین المللی آغاز کرد. آنتونیو گاترز که پیش از این کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور آوارگان بود، در اکتبر سال گذشته میلادی به عنوان جانشین بان کی‌مون انتخاب شد. وی در نخستین روز کاری خود گفته است امسال باید سال استقرار صلح باشد. وی با اشاره به بحران سوریه است تمام کشورها و گروه‌های درگیر در این بحران خواسته است برای پایان دادن به این جنگ اقدام کنند. آنتونیو گاترز، نهمین دبیر کل سازمان ملل متحد از زمان تأسیس نهاد بین المللی در سال 1945 است و قرار است این سازمان را با مدت 5 سال رهبری کند. دیدارهای رفت مرحله 1/8 نهایی کوپا دل ری دیشب آغاز شد. در مهمترین بازی اتلتیکو مادرید برابر لاس پالماس قرار گرفت و 2-0 میزبانش را شکست داد. در دیگر بازی ها والنسیا 4-1 مغلوب سلتا ویگو شد. ایبار 3-1 میزبانش اوساسونا را شکست داد و دیدار تیم های آلاوس و دیپورتیو لا کورونیا با تساوی 2-2 به پایان رسید. در هفته جاری رقابت های لیگ برتر انگلیس چند دیدار برگزار شد که در یکی از دیدارها آرسنال در دیدار خارج از خانه برابر بورنموث با تساوی 3-3 رضایت داد. در دیگر دیدارها استوک سیتی با 2 گل واتفورد را شکست داد و دیدار کریستال پالاس و سوانزی با برتری 2-1 سوانزی به پایان رسید. بینندگان گرامی، مجموعه خبری فارسی 5 و 30 از نور همینجا به پایان می رسد. از همراهیتان تا این دم سپاسگزارم. بقیه وقت خوش. خدا نگهدار.